یه قرار واجب دارم. خب زنگ بزن بندازش برای بعد از ظهر. نمیشه، باید برم. باشه پس میرسونمت. تو راه هم حرفمونو میزنی. ممنون. من تا یکی دو سر دیگه برمیگردم. اگه اون موقع بودی میتونیم حرف بزنیم. فعلا خدافظ. بچه ها خدافظ. آره برمیگردم به اجازه. حقیقتش اینه که من خیلی به این موضوع فکر کردم و از این وضعیتی هم که پیش اومده اصلا راضی نیستم. منصور جان، من و تو سال هاست که با هم دیگه دوستیم، با هم دیگه کار کردیم. به هر حال من میفهمم آدم ها یه زمانهای وسوسه میشن. خب شاید هم تو، من میدونم چه فکری کردی، ولی باور کن من از تو هیچ کینه‌ای به دل ندارم. منصور تو دادگاه هیچ شانسی نداری. تو از پیش باختی. اگه به فکر خودت نیستی به فکر آبروی دیگران باش. دوستات، خانم توتونچی، آقای ابوالحسنی، تو با این کار داری آبروی اونا رو هم به بازی میگیری. این مزخرفات چیه داری میگی؟ من کشوندی اینجا پرت و پلا رو تحویلم بدی؟ فکر کردم عقلت اومده سر جاش. بس کن منصور، اینجا که غیر از من و تو کسی دیگه ای نیست. چرا نمیفهمی؟ اشتباه کردی. باشه من فراموش میکنم. خفه شو. میفهمی؟ خفه شو. دیگه به من زنگ نزن. ترجیح میدم دفعه بعد تو دادگاه ببینمت. اونجا معلوم میشه کی احتیاج به دلسوزی داره. ببخشید ایشون یه مقدار مشکل اعصاب داره، مزاحم کارتونم شده. الو سلام خانم توتنچی، شیرزادم. فرموده بودید که باهاتون تماس بگیرم. ازتون عذر میخوام که مزاحم وقتتون شدم. خواهش میکنم. اومد پیشتون؟ متاسفانه بله. بازش نکردم اما میتونم حدس بزنم توش چی هست. ازم خواست که شکایت رو پس بگیرم. گفت اگه این کارو بکنم چبرام میکنم. من چرا باید حرف شما رو؟ حرف منو باور کنم. حق داری. اما منم بعد اخلاقا شما رو در جریان میذاشتم. فقط محبت کنید پاکت رو برگردونید به خودش. بازم از اینکه مزاحم وقتتون شدم ازتون عذر میخوام. خداحافظ.
این چیه؟ گفتم این چیه؟ چیزی شده؟ من متوجه منظورت نمیشم. منظورم اینه که تو یه آدم پست نامردی که هممونو بازی دادی. چی داری میگی غزل؟ حرفتو بازه بزن. این ترابله چیه؟ چیه؟ یعنی میخوای بگی نمیدونی؟ خوب نگاش کن، شاید یادت بیاد. یادت اومد؟ ببینین اسم و شماره تلفن من اینجا نوشته شده. این ترابل قاطی ترابلایی بود که من بهش دادم تا حقوق شما رو بده. خب که چی؟ اما الان دست شیرزاد بود، یعنی تو بهش دادی. همین امروز 2 ساعت پیش قراره واجبه که نذاشتی من برسونمت این بود؟ میخواستی بری بهش حقا سکوت بدی؟ چی میگی غزل هست؟ حرف نزن. تو رو خدا دیگه انقدر دروغ نگو، دیگه تحمل ندارم. خیلی پستی، خیلی. چه خبرته؟ سوخت؟ بی انصاف. انگوشت چسبیدی به زنگ، ولش دار دیگه. باز کن آقا میکایی. بیا تو. علیکی سلام. ببخشین. سلام. غزل نیومده خونه؟ اولا غزل خانوم. باشه چشم. غزل خانوم اومدن یا نه؟ نیومده. سلام. میخوام باهات حرف بزنم. گفتم میخوام باهات حرف بزنم. ما دیگه با هم حرفی نداریم. تو هم اندازه کافی حرف زدی. من به شیرزاد پولی ندادم. اگه میخواستم یه همچین کاری بکنم اینقدر احمق نبودم تراولی که تو به من دادی رو بردارم بدم به اون. تو چرا متوجه نیستی؟ اینا همش یه نقشه است، یه بازیه. بازیه که منو خراب کنن، بازیه که نذارن این طرح به سرانجام برسه. من نمیدونم اون ترابل چجوری رسید دست شیرزاد، اما مطمئنم سرنخ تمام این ماجرا دست یه نفره. اون یه نفر شیرزاد نیست غزل. بسه، تمومش کن. میگم غزل. خواهش میکنم میکائیل، چیزی نگو. خواهش میکنم. میخوای بدونین سرنخم این بدبختی یا دست کیه؟ باشه، بهت میگم. اومدن تو
تو شرکت بابای من بعد 10 سال اتفاقی نبود، برعکس کاملا حساب شده بود. میخواستی انتقام بگیری، میخواستی تلافی کنی، تلافی اشتباهی دختر بچه 16 ساله رو. خوبم این کارو کردی، دیگه بیشتر از این که با کارات بابامو بکشتن دادی. این چه حرفی داری میزنی؟ حرف نزن، هیچی نگو. من یه احمق، یه احمق، یه احمق که فکر میکردم دوستم داری و میتونی اشتباهمو ببخشی. اما اشتباه میکردم. تو پر از کینه ای، پر از نفرت. حالا به اون چیزی که میخواستی رسیدی، دیگه فکر میکنم با هم بیحساب شد. میتونی بری با خیال راحت به زندگی برسی. نمیدونم، شاید بهتر بود این شیرزادو میدیدیم و به حرفاش گوش میکردیم. چی داری میگی سارا خانم؟ نکنه توقع داری براش کار دعوت میفرستادیم، یه سمینار هم همینجا براش تشکیل میدادیم؟ حرفا میزنی ها؟ چرا اینجوری برخورد میکنی وحید؟ بذار بچه‌ها نظرشون رو بگن. شنیدن ماجرا از دهن شیرزاد ضرر که نداره هیچ، تازه باعث میشه بهتر بتونیم قضایا رو آنالیز کنیم. برای من فقط یه آنالیز وجود داره، اونم اینه که وقتی منصور میگه شیرزاد دروغ میگه یعنی دروغ میگه. این که نشد جواب، چون منصور با تو 15 سال رفیق بوده، پس ما باید هر چی که میگه در بس قبول کنیم. من نمیدونم چی به چیه، تو رو خدا کاری نکنید کار بخوابه، افتادیم رو غلطه. جبرگزارا خوندی؟ استنتاج ریاضی. چه ربطی داره؟ ربطش به اینه که تو به علی اعتماد داری، علی به من، من به منصور. یعنی تو باید به منصور اعتماد داشته باشی. آقا وحید، رفتار آدما رو با منطق ریاضی تحلیل نمی‌کنن. آدما رو باید تو شرایط سنجید. به جای این حرفای خاله زنکی بهتر نیست به کارمون برسیم. که چی بشه؟ هر لحظه ممکنه مأموریت در بیان تو اینجا رو تعطیل کنن. اینجا تعطیل نمیشه. دادگاه هنوز تشکیل نشده که شون داری پیش حکم صادر می‌کنی. من حکم صادر نمی‌کنم. میگم باید به فکر خودمونم باشیم. این دادگاه ممکنه چند سال طول بکشه. تو این چند سال باید چیکار بکنیم؟ بگو دیگه. جواب نمیده. معلوم نیست کجاست. تو اگه اینقدر نگران خودتی، برو دنبال زندگی. چیکار می‌کنه بقیه داری؟ اینجا بحث من نیست. بحث همه است. اینقدر با تعصب یه طرفه برخورد نکن. پای زندگی هممون در میونه. تو نمی‌خواد اینقدر جوش همه رو بزنی. اینا همه‌شون زبون دارن. هر کاری میکنید فقط کار تعطیل نکنید. من تازه رسیدم به یه جای جالب. نه خیر، بر نمیداره. چیه جون هم خواهی ها؟ باز چی دست بستر من بر نمیدارید؟ چیه؟ یار چه جیه؟ برشون آقا! یه سال تو خونه من زندگی کردی. اگه من نبودم که الان یخ زده بودی؟ دانشجو که سال علامت واسه گدایی دست میگرفتی. چقدر بدید ها؟ چقدر بدید؟ حوالسانی با چقدر خریدت ها؟ 10 میلیون، 20 میلیون، بگو دیگه. خبرت دور برداشت. من تو رو میشناسم. تو شعور کلا برداری هم نداری. بیچاره بدبختی بازیچه‌ای فقط. چه خبرته؟ فکری با این لاتبازی ها من جا میزنم. منم اگه قرار بود به یک حق و سکوت بدم رو بشه جوش می آوردم. میخوام بدونم تو رو بلا کجا بود. کدوم بازی بد داد؟ بگو دیگه. میخوای همین الان بدم دست پلیس تا قیصر بازی یادت بره؟ اگه اینجا درو پیکر نداره کرد دو ماشین رو راه میدم تو. من از پلیس نترسم بچه. من آب از سرم گذشته میفهمی؟ ولی مطمئن باش بلد نمیکنه. برو حق غلطی دلت میخواد بکن. مهندس جان ساکت باش. سلام. سلام. خوبی؟ ای خانم کجاست؟ سالان بالا.
نه خیر، مثل که اوضاع خیلی خرابه. سلام اما ببخش. بشین بشین، راحت باش. ببخشید، شما هم گرفتار بودیم، به زحمت انداختمتون. این چه حرفیه؟ من همیشه وقتم برای شما آزاده. خب، تعریف کن ببینم چی شده؟ کی غزل خانم ما رو ناراحت کرده؟ ها؟ بذار خیالت رو راحت کنم. هر کی باشه شاخش میشکنم ها. مثل کوه پشتت وایسادم. اومدن تو تو شرکت بابای من بعد 10 سال اتفاقی نبود. میخواستی انتقام بگیری، میخواستی تلافی کنی، دیگه بیشتر از اینکه با کارات بابامو بکشتن میخواستی انتقام بگیری، میخواستی تلافی کنی، دیگه بیشتر از اینکه با کارات بابامو بکشتن. عجب، پس آخرش به اینجا کشید. من واقعا متاسفم. مهم نیست، به قول بابا اینا همش یه تجربه است، یه تجربه تلخ، خیلی تلخ. این روزا خیلی احساس تنهایی میکنم اما خیلی. خب من هیچ وقت دوستی نداشتم، چراشو نمیدونم اما عادت کرده بودم. بابا که رفت یهو خالی شدم، فکر کردم شاید بشه جوشو پر کرد. اما نشد. توی این مدتم فقط شما تنهام نذاشتی. هر وقت لازم بود کنارم بودین، تحملم کردین. بعضی وقتا راجع بهتون بد فکر کردم، باید ببخشید. هر وقت یادش میافتم از خودم خجالت میکشم. این حرفا چی میزنی؟ میخوای گریه ما رو در بیاری؟ من میخوام از ایران برم اما حتما میپرسین چرا؟ بهتون میگم دیگه هیچ دلیلی برای موندن ندارم، به همین سادگی. میخوام تنها باشم، تنها باشم و فکر کنم به همه چی. باید دوباره خودم رو پیدا کنم. خب چرا خارج؟ همینجا بمون، برو شمال یا چه میدونم هر جای دیگه. بذار حداقل من کنارت باشم. یه خواهش دیگه هم ازتون دارم، راجب کارگاه. هر جو خودتون میدونین تصمیم بگیرین. اونجا دیگه برای من هیچ اهمیتی نداره. اگه لازمه وکالت نامه بنویسم خودتون زحمت تنظیمش رو بکشید. ببخشید من یکم سرم درد میکنه، اگه اجازه بدید.
گلی خانم، گلی خانم کجایی شما؟ سلام. سلام علیکم، حالتون چطوره؟ کجا این تحویل نمیگیریم؟ چی شده؟ امروز حالت خیلی خوبه. بله خوب، درجه یک، بهتر از این نمیشه. فقط اگر یک قهوه دستساز کار شما باشه دیگه تکمیله تکمیله. توتون چی؟ غزل توتون چی؟ نه اولین پروازی که جا داشته باشه دیگه. دو سه روز دیگه؟ نه عالیه، عالیه، خیلی خوبه. ببین یه بلیط هم به اسم خودم صادر کن. نه نه برای همون پاریس. 15 روز دیگه، 15 روز دیگه. آره آره خوبه. نه 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 یکی دو روز اینور بر شد فرقی نمی کنه. باشه باشه قربونه. پس چکش هم برات می‌فرستم. بعد یه جور خدا نگهدار. پس چی شد این قهوه گریساز؟ درجه یکه. تو با مهندسی صحبتی بکن، شاید قبول کن. نه نه بابا اصلا راه افتادنی نیست. اشتباه کردم، از اونجا اومدم بیرون. از اینجا رونده، از اونجا موندم. سارا یه دقیقه بیا کمکم. باشه بعد، الان حوصله ندارم. چه میدونستم تو زرد از آب در میاد. سعید چون مهندس حرفی تو رو زمین نمیندازه، یه کاریش بکن. سابقه کاریمون که کم نیست، خودت میدونی. سلام. باور کن فکر بیکاریو که میکنم تنم میلرزه. این محبت رو هیچ وقت فراموش نمیکنم. سلام. باشه باشه. سلام. ببین فعلا نمیتونم صحبت کنم، پس تماس از تو. ممنون. خدا حافظ. من نمیدونم شماها در مورد من چی فکر میکنید، ولی هر قضاوتی بکنید بهتون حق میدم. میدونم
همتون کار زندگیتون رو ول کردین اومدین اینجا. من واقعا متاسفم. اما دیگه مجبور نیستین اینجا بمونید. شما حق دارید نگران زندگیتون باشید. حساب من با شما فرق میکنه. من همونم که بودم. هیچ فرقی هم نکردم. کاری رو که شروع کردم من باید تموم کنم. اینه که اگه شماها همتونم برید میمونم و تنهایی ادامهش میدم. یعنی چاره ای ندارم. چون دیگه پای حیثیتم در میونه. نمیتونم خرابش کنم. حوصله داری؟ آره. یه مروری این برنامه آخری رو بکنیم. دیشب بهش فکر میکردم. به نظرم یه گیری داره. باش. سر یه دقیقه بیا کمک کن اینو ترکیبش کنیم. خیلی حساسه. چی شده؟ نمیدونم بالا نمیاد. یعنی چی بالا نمیاد؟ خب شاید بد خاموشش کردی. یه بار دیگه ریستارتش کن. بد خاموشش کردی چیه؟ مگه بچه‌ام؟ بچه مرگش آخه. مجید این کابلای شبکه رو چک کن ببین جابجا نشده باشه. کسی به کابلای دست نزده. میگم چک کن بگو چشم دیگه. کابل سر جاش مهندس. هرچی رو شبکه داشتیم پریده. رکوردامون، سورس نرم افزارمون، محاسباتمون، همش. چرا مزخرف میگی؟ یعنی چی همش پریده؟ گفتم که نمیدونم، اما همه چی به هم ریخته. اگه تو نمیدونی بس کی میدونه؟ تو این کارگاه معلوم است چه خبره؟ تو از صبح تا شب میشینی پشت این دستگاه، بس چه غلطی میکنی؟ قرار نیست که همه زحمات ما با سهل‌انگاری تو به باد بره. اینقدر بیخود داده بیدار را ننداز. من خودم خوب میدونم دارم چیکار میکنم. این تویی که به خود خواهیام ندونم کاریات همه را انداختی دردسر. کارهای من به خودم ربط داره. کسی هم تو رو مجبور نکرده که بمونی اینجا. اینجوری گند بزنی به همه چیز. آروم باش منصور. تو هم بیخیال شو وحی. بیخیال شم که چی بشه؟ تو همینجا بیخیالی تو یکم روزگارمون این شده. تمام زندگی ما رو به گند کشته به خاطر این پروژه احمقانه. اینم نتیجهش. هنوزم دیر نشده ها. همین فردا میتونی بپری بری کانادا. خسارت این مدت هم بگو هر چقدر دستت بدم که بی حساب شیم. خیلی بی‌معرفتی. خیلی. هر کس دیگه ای هم که ناراضیه میتونه بره. علی بی بیاره. من هنوزم به تو اعتماد دارم. تو آدم خوبی هستی. ولی به قول سارا اخلاق خوبی نداری. علی بیا دیگه. وحید پای تو خیلی وایسه. خیلی. اصلا کار خوبی نکرد. چیزی نگو مینا. خواهش میکنم چیزی نگو. برو خونه. میخوام تنها باشم. Thank you.
آقا من رفتم، یادتون نره در قلف کنید. خداحافظ. خداحافظ. آقا منصور، قدیما انقدر سرت میشد که وارد یه جا شدی سلام کنی. غزل خونه است. عجب، پس بالاخره به هوش اومدی و یادت اومد که یه خواهرزاده‌ای داری، گاهی وقتا باید بهش سر بزنی، حالی ازش بپرسی. نصیحتم شد، میشه بفرمایید حالا غزل خونه است یا نه؟ بالا تو اتاقشه. کبریت داری؟ بنده خدا کبریت بزنم که گور میگیری. مرد حسابی، تو معلوم است داری با خودت چه کار میکنی؟ اینجوری که گازشو گرفتی سال نکشته سینه قبرستونی. آدم عاقل که با خودش این کارا رو نمیکنه. حالا هی ده بار بگو کی گوش کنه. آقا منصور، قضا درست نکردم. یعنی خب کسی نیست. چیزی اگه میخواید بگو برم سر خیابون براتون بگیرم. نه ممنون، چیزی نمیخوام. هر جور میدونی.
حیف شد آقا منصور، بچه های خوبی بودن، حیف شد. با تیر مژگان میزنی تیرم چند تیرم چند و عشقت مرا از پا افکند افکند افکند. چرا میزنی 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 یا چرا میکشی 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 میکشی؟ سلام. چه خبر؟ خبرهای خوب. منصور و بعید دعواشون شد، بعیدم وسایلشو جمع کرد و رفت، بقیه هم بهشون برخورده، بعید میدونم دیگه پا بگیره. نه نشد. چهار تا متخصص دیگر رو برمیداره میاره دوباره کارشو شروع میکنه. چهار نفر که هیچی، 40 نفر هم بیارن نمیتونن کاری بکنن. سیستمشون رو یه جوری به هم ریختم که برگشته به نقطه صفر. هر چی کار کرده بودن دود شد و رفت هوا. الان منصور درست مثل روز اولیه که تو مهرآباد چمدوناش رو تحویل گرفته بود. نه خوش آمد، آفرین. میسی که یه کارایی بلدی. کار سختی هم نبود. یعنی هیچ رقم نمیتونه اطلاعاتو برگردونه؟ بعیده، مگه اینکه وعید بکاپ گرفته باشه. احتمالاً هم گرفته، ولی اونجوری که امروز با هم درگیر شدن. فعلا تو ارتباط تو باهاشون قطع نکن، پیگیر کارهای منصور باش، بهش محبت کن، براش دل بسوزون. میفهمی که چی میگم؟ خیالتون راحت باشه، حواسم هست. بیا این تراول جای اون تراول گره گشان. قابل ندش آقا. چرا؟ خیلی بیشتر از رقم واقعیش میارزید. خیلی. یه پاکت تو داشبورد هست، فرش دار مال توه. آقا این کارا چیه؟ خودتو بیست نکن. یه شماره تلفن رو پاکت نوشتم، بهشون زنگ بزن. شرکت بزرگیه، میتونی حسابی روش کنی. با مدیر عاملی صحبت کردم، از اول ما میتونی بری کارت اونجا شروع کنی. دست شما درد نکنه. خوشم اومد. جوون با استعدادی هستی، با استعداد و عاقل. فقط حواستو خوب جمع کن، یه وقت خرج نری، وهمم نگیرتت، خبری نیست. یه او دیگه با کله خورد زمین. خیالتون راحت باشه. خدافظ. اوضاع شرکت رو به راست، کارا درست مثل سابق داره پیش میره، فقط یه مشکل هست. اونم تمدنه، این کاره نیست. بعیدم میدونم چیزی یاد بگیره. کارگاه پروتزم دیگه به آخر خط رسیده. بعید میدونم اون پسر بتونه کمر راست کنه. همین امروز فردا دومشو میگیرم میرزمش بیرون. فقط یه مشکل کوچیک هست، اونم کامرانه. بعد مرگ بهزاد یه خورده افسرده است، بهش فرصت بدیم حالش خوب میشه. کامران یه مهره کلیدیه، کسی نمیتونه جاشو بگیره. باید کمکش کنیم حالش خوب شه. نباید اشتباهی رو که در مورد بهزاد کردیم تکرار کنیم. دو ساله داری پیش من کار میکنی، هنوز متوجه نشدی که من خوشم نمیاد کسی تو کار من فضولی کنه؟ نگران چی هستی؟ ما قبلا با هم در مورد رابطه‌مون بهتره که واقع بین باشی.
من و تو دیگه بچه نیستیم که بخوایم خودمونو گول بزنیم. اگرم نگران آیندتی، قول میدم کاری کنم تا آخر عمر راحت باشی. حله؟ صبر کن گلی، تو الان عصبی هستی، کجا میری؟ گلی نمیذارم اینجوری بازیم بدی، نمیذارم مثل یه سیب گاز زده دورم بندازی. ممنون، بد نیستم، شما خوبی؟ خوبه، خوب، بهتر از این نمیشه. ببخشید این وقت شب مزاحم شدم، خواستم بهت بگم نگیری بخوابی، برای اینکه باید بری ساکتو ببندی. بله، پس فردا صبح باید بپری. چی شد؟ نکنه پشیمون شدی؟ نه، یکم جا خوردم، فکر نمی کردم به این زودی باشه. هر چه زودتر بری برات بهتره، فردا یکم گرفتارم، اگه تونستم یه سری بهت میزنم. ممنون، شب بخیر. کی؟ پس فردا.